درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. عزیزان دل، بریم ببینیم چه خبر است در فال شما، در انرژی های شما. و من مثل همیشه دوستان دل کلمه میآفرینیم، اصطلاح میآفرینیم، ببینیم که با هم دیگه در چه هیجاناتی تشریف داریم. من اولین هیجانی رو که برای شما، اولین چیزی که استفاده میکنم کارت های هیجانی هست. حرف از ناامید میزن. ناامیدم. برای چه ناامیدین؟ ناامیدم. وای من جوجه اردک زشتم. وای ننه نگم برات. خب ببینیم کارت بعدی که حرف از هیجانات دیگران در ارتباط با شما میزنه. شما میتونید خودتون هم در این کارت ها بذارید. یک کارت اینجا برای شما افتاد، یه مقدار گم و گیجن، نمیدونن چرا حال شما اینجوره، چرا مثلا اینجوری هستین، چرا در انرژی های ارتعاشات پایین هستین. یه خورده ارتعاشتون رو ببریم بالا. خب ببینیم که کارت بعدی براتون چه کارتی هست. کارت ساس مثل همیشه، کارت گل و بلبل من که من هم خیلی دوستشون دارم. خب ببینیم چه خبره. اپ اپ اپ، این کارت اینجا افتاد. این کارت دوستان عزیز حرف از این میزنه که باز هم حرف از جوجه اردک زشت بازی در میزنه. یعنی که ببینین یه مسائلی که به وجود میان عزیزانه در توی زندگی ما، که برای ما خب ممکنه که سخت باشن، مشکل باشن. اوکی، من اینجا یه سری از عزیزان رو دارم میبینم که سخت بوده، مشکل بوده، گذشته، هنوز شما در اون انرژی ها هستین. یعنی این الان دیگه من باید فردا پاشم ترکی برقصم، ولی هنوز نه 6 و 8 شده بلدم که بخوام برم رقص شکمم انجام بدم. پس بنابراین توجه کنین دوستان عزیز، اینجا یک سری از شما هستین که در یک سری از انرژی های گذشته که بر شما گذشته، در گذشته انرژی های گذشته که در گذشته دوستان عزیز نشستین و چون باطمه زدین و بعدش خب معلومه دیگران هم گم و گیجن، برای چی شما در همچون حس و حالایی تشریف دارین. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. من از این دست کارت ها استفاده میکنم، ببینیم دست کارت ها بهتون چی میگن. خب کارت بعدی عزیزان، بم بم، چه کارتی هستش؟ کارت برج گاو، برج کامل گاو هستش که میگه به این میگه که باید خواب و رویای خودتون رو بنابر شرایطتون بسنجین. یعنی که من میتونم رویایی داشته باشم که خونه من نمیدونم مثلا کاخ الیزه باشه، ولی نمیتونم در کاخ الیزه زندگی کنم. اونجا ایمانوئل مکرون و بریجیت مکرون زندگی میکنن. اوکی، من همینجایی که هستم دارم زندگی میکنم. پس بنابراین باید یه مقدار معقولانه با خواسته های خودمون برخورد کنیم. تا زمانی که ما عقل و درایت رو در شرایط خودمون نیاوردیم و همین حال حس و حالا و در همون انرژی های پایین آسترال، یعنی همون پایین ما داریم سیر میکنیم، و وقتی که ما در انرژی های خیلی پایین هستیم، غیر ارگانیک ها رو خیلی راحت جذب میکنیم. اصلا اونا خوراکشون انرژی پایین ما هستن. همیشه بهتون میگم شیطونک رو جمع میکنیم و راه رو برای شیطان اعظم هموار میکنیم. مواظب این مسئله باشین دوستان. من اینجا یه سری از دوستانی رو دارم میبینم که خودتون دارین به نتیجه میرسین، لوژیک و منطقی رفتار میکنین و کارهایی رو میکنین، قدمهایی رو برمیدارین که واقعا برای شما مفید و سودمند خواهد بود. خب ببینیم کارتهای بعدی رو. از این دست کارت ها استفاده میکنم، ببینیم اینا بهتون چی میگن. خب اوکی، ببینید دوستان، شما اقداماتی رو برای به قول معروف زندگیتون دارین انجام میدین، میگین شد نشد. به هر حال من یک بطری که در دریا میندازم. یه سریاتون دوستان کارهای اقداماتی رو برای حال خوب خودتون دارین انجام میدین، ولی آنچنان خودتون ایمان ندارین که بشه. خب ولی متوجه خواهین شد که تغییراتی در شما به وجود خواهد آمد. اوکی، من اینا هم جمع میکنم میذارمشون اینجا و میریم سراغ کارت‌های بعدی.
خب کارت بعدی حرف از موفقیت و رشد میزنه عزیزان دل. ببینید اینجا من دارم میبینم که به یک رشد درونی دارین شما میرسین عزیزان، و هر کاری که دارین انجام میدین داره بزرگ میشه، بزرگتر از اون چیزی که شما تصورش رو میکردین. کاری رو انجام میدم ایمانم ندارم ولی داره نتیجه میده. پس بنابراین دارم میبینم که زودتر از آنچه که شما خودتون فکرش کنین زندگیتون داره نتایج رو به سمتتون میاره و حرکت به سمت جلو، و کائنات هم سر راه شما علائمی رو نشون میدن. در این نیستش که شما تک تنها باشین در این عالم هستی بزرگ دوستان. و ببینیم آخرین کارت ها. حرف از کار، زحمت میکشین، تلاش میکنین، هر کاری هر مسئله که بهش دارین دست میزنین دوستان برای شما، دارم میبینم که موفقیت هایی رو داره به بار میاره. و ما میرسیم قسمت هیجانی ترش، و این قسمت قسمت انرژی های برجسته شما هستن. ببینیم که چه انرژی هایی با شما همراهی میکنن. من از کارت هایی به من بگو چرا، یه کارت های خیلی 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 قشنگ و قوی هستن، و معمولا من از کارت استفاده میکنم که اکثر اساتید ازشون استفاده میکنند. ببینیم که به من بگو دوستم داری. خب اولین کارت دوستان عزیز، واو فراوانی، به نتیجه رسیدن یک سری از مسائل در زندگیتون اینجا دارم میبینم. کارت بعدی در ارتباط با مسائلی که دوستان عزیز انرژی مثبتی که به سمتتون میاد ازدواج هست، رسمی کردن یک موضوع هست. کارت بعدی دوستان عزیز، چالش شما سایه یک زندگی گذشته هنوز در زندگی شما هست دوستان عزیز، یک روح سرگردان زندگی گذشتتون در زندگی شما هنوز وجود داره. یا اینکه اگرم که ببینین یه چیزی اینجا یک مزاحمی من دارم میرم که باید بتونی ازش بگذرین، و توصیه کارت ها این هستش که صبور باشین، کهیر نزنین، صبور باشین، گرزب صبر کنین، زغور حلوا سازید دوستان عزیز، و نه اینکه یه چیز ترشیده رو بخواییم بسازین. خب هر چیزی که بمونه خوب نیست، ولی خب ببینین شراب که میمونه شراب اعلی میشه، ترشیه که میمونه ترشیه اعلی میشه. خب اوکی، ببینیم با هم حالا انرژی دیگه شما، انرژی های گل و بلبل دیگه شما در چه حال احوالاتی تشریف دارند. من از تاروت استفاده می کنم، ببینیم تاروتتون چی میگه. در مورد مسائل احساسی یک کارت اینجا افتاد. اوکی خیلی عالی، برای مسائل احساسی کارت احساسی افتاد. اوکی و یک کارت دیگه هم اینجا برگشت. اوکی یک سری ها دوستان ازش واقعا شب سیاه روح رو داریم باشه سر میگذاریم. اون بالا من دیدم یه انرژی گذشته ای هست هنوز وجود داره. من شکست خوردم، من بهم خیانت شد، فلان شد، یک نفر با من سر من کلاه گذاشت، از این حرفایی که خیلیاتون به خودتون دارین میدین. خبر خوبی هستش که یک باد و نسیم جدید دارد میوزد، تغییراتی برای شما دارم میبینم وجود داره به وجود میاد. ببینید دوستان این مسئله شروع یا یک رابطه احساسی هست یا رسیدن شروع یک شفای روحی برای شما هست. میریم به خانه آچار فرانسه شما، که همیشه هم بهتون میگم آچار فرانسه، ولی فرانسوی ها بهش میگن آچار انگلیسی. خب ببینیم که کاری شما، اداری، سازمانی، هر چیزی که هست. دو تا آرکان ماژور دوستان، اوکی. و اوکی ببینید دوستان یک زمان یک سری از شما، یک سری از کارهای شما توی دامنه کاری، اداری، قضایی، هرچی بوده به یک بنبست رسیده بوده اینجا میبینم. حالا این بنبست به خاطر این بوده که متخصصی کار خودش رو انجام نداده، بنگاهی کارش رو انجام نداده، آژانس کارش رو انجام نداده، رئیس هم کارش رو درست انجام نداده، منو در یک استانبای نگه داشته، حساب کنم هر کاری، هر چیزی که اسمشو میخواین بذارین، قاضی نیومده خوب سر وقت نمی، هر چیزی که هست دارم اینم برقراری هماهنگی یک امضا میبینم براتون اونجا، و یک شادی دارم میبینم.
ببینیم در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر است. در ارتباط با مسائل مادیتون دوستان عزیز حرف از فراوانی براتون میزنیم. ببینیم کارت بعدی، دو تا کارت دیگه اینجا هست، حرف از این میزنه دوستان. دارم میبینم که فراوانی داره توی زندگیتون میاد، اونم به لطف خودتون هست دوستان. خیلی ماهرانه دارین زندگیتون رو دستتون میگیرین، مو رو از ماس میکشم، اون جایی که مقدار میلغزه رو خوب جفت و جورش میکنم، چفتش میکنم که دیگه نلغزه. با هم ببینیم که توصیه فرشتگان عشق برای شما در ارتباط با مسائل احساسی شما چی هست دوستان گل. خب میگه که پرچم‌های قرمز رو ببینید، حد و لیمیت خودتون رو رعایت کنید دوستان، که چه در عشق باشه و چه در دوستی باشه. خب نخود هر آشی نباشیم. کسی که شما رو میخواد میاد سراغتون، یا اینکه چراغ سبز بهتون نشون میده، نرین. اوکی، خودتون الکی به هر حال یه جاهایی آدم ضایع نمی‌کنه. خب و اما ببینیم که کارت‌های دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با تمام این حرفایی رو که من بهتون زدم. من از کارت های اورش و زنتاروت استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه اورش و زنتاروت بهتون چی میگه دوستان. بله، یک سریاتون عزیزان دل نمیدونین روی چه پایی برقصین، و اینکه سعی میکنین در حال حاضر در مورد مسائل احساسی عزیزان دل یک تعادلی رو برقرار کنه. این تعادل ولو اینکه نسبی باشه، دارم میبینم که کم کم به اون حال خوب بهتون گفتم داریم یه دوره شفایی یا یک مسئله احساسی جدیدی داره براتون به وجود میاد، حال شما بهتر خواهد شد. در مورد مسائل کاری دوستان موفقیت دارم براتون میدم، بسیار عالی و خوب. و کارت بعدی به ثمر رسیدن نتایج شما، نتایجی که به ثمر رسیدن زحمت‌های شما نتایجی داره، آیدتون میشه و اینجا قدرت میگیرین دوستان. با تسلط زندگیتون دستتون میاد و خوشحال هستین، میتونین به خودتون افتخار کنین، احساس قدرت میکنه. خب ببینیم وقتش رسیده بود برای یک سری ها، میگیم وقتش رسیده بود که این مسئله سر و سامان بگیره. در ارتباط با مسائل مادی شما دارم میبینم دوستان عزیز مقداری منتظر هستین، چشم‌براه هستین. چشم‌برای چه چیزی؟ یه مسئله قدیمی هستش، پول و مادیات هم براتون افتاده، چقدر خوب. ببین فعلا یه حالت استاندبای هست و یک سری از مسائل، ولی دارم اینجا پول براتون میبینم و اینکه دارم میبینم که به یه سریاتون دوستان عزیز منتظر این هستین که برین مسافرت، برین سفر، برین تعطیلات، اینجا کاملا افتاده. و ما ببینیم با هم دیگه شما دوست عزیز گل بلبل من، یین مقدس دوستان در چه انرژی هایی هستین، تشریف دارین. میگه که من خودم فعال هستم و من فعال باقی میمونم روی پروژه هام. کارت بعدی میگه که من به سمت اتفاقات جدید میرم و اینکه پروژه های جدیدی رو تست میکنم. خب و ما بسیار خوب، هم اینکه جرأت دارین، قدم برمیدارین، فعال هستین، کارهای جدیدی رو انجام میدین. ببینیم در ارتباط با یانگ چی بهش میگفتیم؟ گربه مرتضی علی بهش میگفتیم، لولو، حضرت لولو بهش میگفتیم، موتوری بهش میگفتیم، همه چیز میگه. آه دیگه بچه‌مون رفت حلقه خرید که فرا حراجش کنه. دوست دارم با تو متحد بشم و اینکه دوست دارم که زندگیم رو با تو بسازم. اینجا میگه که من یک اتفاقی برام افتاده که پر از احساسات هست، حتما اتفاقی این روزا داره برش میفته یا فردا پس فردا اتفاقات سختی داره برش میفته، بهانه پیدا میکنه که بره حلقه رو سر خیابون حراج کنه. خب و اما در ارتباط با پیام شخص مورد نظر شما برای سریعتون در گذشته احساسیتون دوستان، ببینیم چی بهتون میگه، پیامش چه پیامی هست، حرف حسابی داره برمون بهتون بزنه یا نه. یک جایی پیدا کنم برای این کارت ها. اوکی، میگه که با تو در زورش بودن، دوست دارم، فکر میکنم، میخوام و در حال حاضر دوست دارم این مسئله اتفاق بیفته و این یک احتیاج درونی هست که میخوام یه چیزی رو رسمی کنم توسط یک ازدواج یا برای یک زوج آزاد که با همدیگه خوشحال و خوشبخت باشیم. بسیار عالی و خوب، ان شاءالله به پای همدیگه بیر بشین.
خب اونایی هم که پیر هستیم دوستان، ایشالا پیر تر بشیم. فرشتگان به تو میگن تو قادر هستی، پس بنابراین کاری رو انجام بده. ما فرشتگان از تو حمایت میکنیم. بسیار خوب. عزیزان از دست رفتم و دیگه شکمون نباشن، یک کارت کافیمون هست. ببینیم این کارت به تو چی میده. یک ملاقات. زندگی برای دوست داشتن و دوست داشته شدن هست. لحظه اون رسیده که زندگی تو یک جور دیگه بسازی و افراد جدیدی رو باشون ملاقات کنی. این داستان جدید هیچ چیزی از گذشته و داستان ما رو از بین نخواهد برد. هیچ خیانتی وجود نداره، فقط موقعیتی هست که تو خوشحال و خوشبخت باشی از اول. این من هستم که ازت خواهش میکنم. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه خدا نگهدار.